طوفان ایزاک همچنان ایالات متحده آمریکا را در می‌نوردد و بر این اساس در ایالت لوئیزیانا وضعیت اضطراری اعلام شده است. وقوع این طوفان استوایی در حالی است که 7 سال پیش از این در همین زمان گردباد کاترینا سبب جان باختن 1836 تن شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای از کاخ سفید نگرانی خود را ابراز کرد. وی گفت ما با طوفانی سهمگین دست و پنجه نرم می‌کنیم و می‌تواند سیل قابل توجهی در پی باشد و خساراتی دیگر در سراسر منطقه‌ای بزرگ به وقوع بپیوندد. شما باید این موضوع را جدی بگیرید. شرکت‌های تولید کننده حامل‌های انرژی نیز هکوهای نفتی فراساحلی را در خلیج آمریکا تعطیل کردند. این طوفان همچنین سبب لغو برنامه نشست‌های حزب جمهوری‌خواه در ایالت فلوریدا شده است.